نخست وزیر موقت پاکستان گفته پس از روی کار آمدن طالبان خشونت در پاکستان 60% و حملات انتحاری 500% بیشتر شده است. انوارالحق کاکر گفته افغان‌ها در ماه‌های اخیر در 15 حمله انتحاری دست داشته و ده‌ها افغان در درگیری با نیروهای پاکستانی کشته شدند. نخست وزیر موقت پاکستان افزوده اقدام این کشور برای اخراج صدها هزار شهروند افغان پاسخی به عدم تمایل طالبان برای اقدام علیه شبه نظامیانی است که از خاک افغانستان برای حملات در پاکستان استفاده می کنند. کارشناسان می گویند اسلام آباد انتظار داشت که با روی کار آمدن طالبان که در طول 20 سال جنگ با نیروهای حکومت پیشین افغانستان از آنها حمایت کرده بود، اوضاع امنیتی در پاکستان بهتر شود، اما برعکس بر شدت خشونت‌ها افزوده شده است. انوارالحق کاکر گفته که مقام‌های پاکستان موجودیت پناهگاه‌های امن طالبان پاکستانی در افغانستان را با اداره طالبان در کابل مطرح کردند، اما این گروه اقدامی نکرده است. به گفته آقای کاکر برعکس مدارک نشان می‌دهد که طالبان در افغانستان تسهیلاتی در اختیار طالبان پاکستانی قرار داده است. نخست وزیر موقت پاکستان گفته از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان برخلاف انتظار اسلام آباد سطح خشونت‌ها در پاکستان 60% افزایش یافته است. او گفته میزان حملات انتحاری 500% بیشتر شده و بیش از 2200 نفر در این حملات کشته شدند. افضل رضا کارشناس امور پاکستان و افغانستان از اسلام آباد کشور پاکستان با ما هستند تا گفتگویی در همین رابطه داشته باشیم. سلام و خوش اومدید به برنامه. آیا افضل رضا، آیا واقعا طالبان با سلطه بر افغانستان علیه پاکستان که سالها حامیشان بوده عمل میکنه؟ من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکار گرامی، همچنین بینندگان محترم شبکه محسن علی. خب ما هر روز شاهد درصدی از بهبود در روابط دو کشور نیستیم، بلکه بعد از ماجرای اخراج افراد غیر قانونی افغانستان پاکستان و گلایه های ادامه داره دولت مردم اسلام‌آباد در خصوص کمکاری رژیم طالبان در مبارزه با تروریسم، این سطح روابط بیشتر تشدید شده. آمار که جناب عالی فرمودین، دولت مردان پاکستانی مدعی هستن که از زمان روی کار آمدن رژیم طالبان اصطلاح حکومت موقت در افغانستان نه تنها این چالش کم نشده، بلکه اسلام آباد یک خط و نشون واسه رژیم طالبان در کابل کشیده که یا همکاری و تعامل با پاکستان رو انتخاب کنی، یا اینکه در کنار گروه تروریستی تحریک طالبان بایستن، گروهی که پاکستان قویا معتقده که زیر چتر طالبان افغانستان به فعالیت میکنه. تا اونجایی که از زمان روی کار آمدن رژیم طالبان که 2 سال و چند ماه داره میگذره، بله، انتظارات دولت پاکستان این بود که سردمداران طالبان در افغانستان بتونن انتظارات کشور همسایه خودشون رو برآورده کنن، اما اونجوری که دیده میشه نه تنها چنین چیزی برای دولت مردان پاکستانی تحقق نیافته، بلکه ناظران سیاسی در پاکستان معتقدن که تشنج در روابط دو کشور در روزهای و یا هفته های آینده میتونه ادامه پیدا کنه و هیچ نشانه ای از کوتاه آمدن دو کشور در موازنه خود دیده نمیشه. به باور شما با این وضعیت آیا پاکستان از حمایت طالبان دست خواهد کشید یا تغییر سیاست خواهد داد؟ این تغییر سیاست پاکستان در بحث افغانستان عملا صورت گرفته، همین که دولت مردان پاکستانی به صراحت نگفته، ولی این رویکرد جدید دولت اسلام‌آباد حاکی از اون هستش که دیگه پاکستان خسته شده از اینکه بخواد با طالبان افغانستان تعامل کنه یا از حق اینا در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی حمایت کنه. گزارشگاه حاکی هستش که نه تنها چرخش در سیاست‌های افغانستان و پاکستان ایجاد شده، بلکه گفته میشه پاکستان دیگه تصمیمی نداره
از طالبان افغانستان در مجامع منطقه بین المللی حمایت بکنه یا بخواد بدون به رسمیت شناختن رژیم طالبان یک جورایی از مشکلات این کشور کم بکنه. جناب افضل‌رضا، من یک سوال دیگه هم داشتم، این که آیا اخراج اجباری مهاجران بخشی از تغییر سیاست پاکستان در قبال افغانستان است یا اینکه این اقدام در هماهنگی طالبان صورت میگیرد؟ خب این هم به صراحت گفته نشده از سوی دولت مردان پاکستان. اینا میگن که ما 2 ساله داریم روی این پرونده کار میکنیم و این یک حق مشروع و بین المللی پاکستان هستش که اتباع خارجی غیر قانونی رو از کشور خودش استرداد بکنه. کشور پاکستان میگه این موضوع هیچ ربطی با بحث پناهجویان و پناهندگان به ویژه مرتبط با سازمان ملل نیست، اما ناگفته نمونه که بله این میشه گفت بخشی از سیاست پاکستان هستش که در قبال افغانستان تغییر پیدا کرده و دیگه لازم نمیدونه بخواد در قبال پناهندگان غیر قانون افغانستان نرمش نشون بده. سپاسگزارم از شما افضل رضا، کارشناس امور پاکستان و افغانستان، که همراه من و بینندگان شبکه امام حسین بودید.